حالتون عالی باشه. امروز قراره با همدیگه یک کارگاه مشاوره دیگر داشته باشیم. حالا اینکه راجع به چه مواردی قراره امروز صحبت بکنیم بهتون اول کارگاه میگم که در جریانش قرار بگیرین و با همدیگه بریم جلو. سلام به روی ماهتون. آیدا، هانی، سنا، عبدالله، زهرا، مهنا، مسعود، الهه، علیرضا، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون عالی باشه. چه خبر از مدرسه؟ سینا، رقیه، کیانا، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین. راستین، حسین، بنیامین، کیارش، امیرعلی، محدثه، باران، نادیا، خیلی خوش اومدین. نوید، خب چه خبر بچه ها؟ همه چی خوبه؟ برنامه‌هاتون خوب پیش رفته؟ تا الان چطور بوده این هفته؟ عاطفه، خیلی خوش اومدین. باریکلا، علیرضا خوبه؟ انشالله که همیشه از مریضی به دور بشید. بچه مراقب خودتون باشین این روزا. صبح شما هم بخیر. خب اولش بچه یه نکته رو بگم. سلام احیا، یه نکته رو بهتون بگم بچه خودم. حتما حتما بهتون دیگه اطلاع رسانی شده دیگه، هم از طریق مؤسسه اسمس اومده، هم باتون تماس گرفته شده. اپلیکیشن جدیدی که برای ارتباطمون قرار داشته باشیم حتما نصبش کنید زودتر دیگه، حد اکثر تا یکی دو روز آینده که بتونیم ارتباطمون رو با هم ببریم جلو. البته که بیشتر بچه ها نصب کردن، فقط یه چند نفری موندن. اون چند نفرم دیگه هم خودم اسمس دادم، هم مجموعه اسمس داده، هم تماس گرفته شده. حتما زودتر نصبش بکنین. هم امکانات خوبی داره این اپلیکیشن، میتونیم ازش استفاده کنیم، مخصوصا بچه های وی آی پی که حتما، چون که تماس های تصویریتون هم باید کم کم شروع بکنیم. و بچه های جامعه هم همینطور، امکان این که من وایس بدم، فکر کنم 40 روز بود دیگه من نمیتونستم بهتون وایس بدم تو اپی که با هم دیگه بودیم، که حالا متاسفانه یا خوشبختانه دیگه اونجا ارتباط نداریم، ولی خب الان اینجا اوکیه. گزارشگاه که چک میکنم میتونم وایس بدم، تحلیلش کنیم و بریم جلو. لطفا زودتر پیگیری کنی و نصب کنین. کیارش به اسمس بده، پیام بده، راهنماییت کنم. و کسایی که موفق نمیشین حتما بچه برین کافی نت براتون نصب کنن، چون تنها راه ارتباطیمونه دیگه. وظیفه من بود که یه اپلیکیشنی پیدا کنم با این امکانات که بتونیم کارمون رو ببریم جلو دیگه. الان وظیفه شماه که نصبش کنین، یا خودتون یا نمیتونین کافی نت جایی ببرین براتون نصب کنن دیگه. واقعا از دست من کار جز این بر نمیاد. پیشنهادی دارین بهم بگین. اوکی، خب بچه، کسایی که شاگرد خودمن دیگه، بقیه که نه. سلام به روی ما همتون. خب بریم ببینیم امروز قرار راجع به چیا حرف بزنیم. اولین موردی که بچه امروز میخوام بهتون بگم راجع به سوال پرتکرار شماها در رابطه با کارنامه آزمون قلمچی هستش. خب یه عدتون الان آزمون آزمایشی ثبت نام کردین که حالا بیشترتونم قلمچی، و خب آزمون رو دادین، کارنامه اومده، میخواییم بدونین چجوری میشه از یه کارنامه اطلاعات دریافت کرد. و خب چون خیلی میپرسیدین و دوست داشتم که همتون در جریان باشین، آیدا میگه اگه موقعی که قرار کد بیاد وی پی ان روشن باشه اسمس میاد و کد براتون ارسال میشه. بله، یکی این نکته. اگه که میخواین اپلیکیشن نصب کنین، این اپلیکیشن بچه فیلتر شکر نمیخواد، خب اما موقع نصبش کد ورودی که بهتون میده یکم سخت کد ورود میده، هی باید چند بار اون ارسال کدو بزنین تا براتون اس ام اس بشه. ساعتایی هم که امتحان میکنین صبح زود باشه، مثلا ساعت 5 صبح تا 7 صبح یا آخر شب، مثلا ساعت 12 تا 2 شب که یکم ترافیک اینترنتی کمه، راحت تر میتونین نصبش کنین. اگه موقع نصبم فیلتر شکن روشن باشه بهتره. محمد حسین هم میگه من 4 صبح زدم کد اومد. آره، خلاصه سعی کنین بچه شما یه نفری میخواین اپو نصب کنین، من اینجا با یه عالمه دانش آموز و یه عالمه اولیا. خب اوکی، داشتم میگفتم که این کارنامه قلم چیه. خب الان این کارنامه جابیزه که نمیدونم تو کلاس هم هست یا نه، من اینجا به عنوان نمونه آوردم که روش یه سری توضیحات بدم. ببینید بچه ها، بعد از اینکه شما آزمون میدین یه همچین کارنامه برای شما چند ساعت بعد روی سایت قلمچی بارگذاری میشه. خب قرار شد دیگه موقعی که من حرف بزنم چت نکنیم، چون چت رو نمیخوایم ببندیم. یه همچین کارنامه برای شما بارگذاری میشه که اینجا نوشته وضعیت کلی دروس عادی. یعنی چی؟ یعنی جابیس فقط به دروس عادی توی آزمون پاسخ داده. بچه های پایه نهم دو تا دفترچه دارین دیگه،
یکی عادیه، یکی تیزهوشانه. تا آزمون قبلی من بهتون گفته بودم فقط دفترچه عادی رو بچه ها باید بزنین، خب؟ ولی از این آزمون ما تیزهوشان هم میزنیم، به خاطر همه اینجا نوشته دروس عادی. نکته بعدی نوشته تراز 7408. بچه تراز چیه؟ ببینین رنج ترازه که شما حالا میگیرین حدودن، بچه هایی که دیگه حالا درس میخونین دیگه، کاری به بقیه نداره، بینه مثلا 4000 تا حالا 8000 متغیر. حالا تراز بچه من هر چقدر که بالاتر باشه بهتره. یعنی الان جابیس که شده 7408، رتبه هاشو نگاه کنین، رتبه کشوریش از بین 14564 نفر شده رتبه 14 تو کشور، رتبهش تو استان شده رتبه 2 و رتبهش توی شهر شده رتبه اول. اوکی؟ یعنی میشه گفت تراز اول جابیزده این، اصلا نه نوشته آزمون شرکت کرده، این آزمون اولی بوده که جابیز داده، شده 7000. البته تابستون درس خونده، با یه هفته درس خوندن این نشده ترازش، شده 7408، رتبه کشور شده 14، رتبه اوسا. یعنی این تراز فوق‌العاده خوبیه، یعنی اگر که همین شکلی بره جلو قبولیش واقعا قطعیه. حالا درصدوشو بچه‌ها ببینید، پس تا اینجا قرار شد رتبه که واضح بود، تراز قرار شد هر چقدر که بیشتر باشه خب بهتر. بعد اینجا برای شما یه سری اطلاعات میزنه زیر این باکس، گفته تعداد شرکت کننده های گروه شما توی این آزمون 16000 نفر بوده، یعنی تو آخرین پردازشی که قلمچی داشته 16000 نفر بوده. یعنی چی تو آخرین پردازش؟ بچه یه سری ها آزمون رو الان حضوری میری میدین، یه سری ها همچنان مجازی آزمون میدن، خب به خاطر همین میزنه آخرین پردازش. خب یه عده مثلا ممکنه اس بدن، هی این تعداد نفرات اضافه میشه. نکته بعدی یه باکسی دارین شما که اسم درس ها رو نوشته، درصد نوشته جلوش. خب الان مثلا فارسی نهمشو جابی زده 88%. اوکی، باکسی داریم به اسم چند از ده. یعنی چی چند از ده؟ یعنی از 10 تا سوال جابی تونسته چقدر پاسخ درست بده و شو نمیشه 9 از 10. حالا با تعداد نزده و غلط خود قلمچی میاد اینو میبره روی 10. خب میگه از 10 تا جابیز حدوداً به 9 تا سوال پاسخ درست داده. گفته تفاوت چند از 10 شما با میانگین بازده. یعنی چی این قسمت؟ این قسمت خیلی مهمه که اصولا هیچ کی بهش هیچ توجهی هم نمیکنه. بچا این باکس به شما داره میگه، الان به جابیز داره میگه آقا تو این 88%ی که زدی توی گروهی که رنج تراز خودتو داشته، یعنی تو گروهی که حدوداً 7000 بوده، این درصدی که زدی برای درس فارسی نهمت با رنج تراز خودت اوکی بوده، یعنی این درصد نه خیلی بالا بوده نه خیلی درصد پایینی بوده، تو رنج میانگین شاگردایی که هم سطح خودشن، حدوداً مثلا 6500 تا 7500 بوده تراز کلشون. اوکی، این نکته خیلی مهمیه، اینکه شما یا مساوی باشی با هم ترازات یا بیشتر باشی. اگر احیانا درسی رو داشته باشی که قرمز باشه، زرد باشه، مثلا کمتر زده باشی از هم ترازات، داره نشون میده که تو توی اون گروه ترازی اون درست ضعیفه و برای آزمونهای بعد بر روش بیشتر وقت بذاری. حالا جابیس خوشبختانه نداره اصلا همچین درسی رو. خب بعد ادامه بدیم. پس اینم شد از این. یه دونه باکس دیگه داریم به اسم تراز. همچون که تراز کل داشتیم، کل آزمون ما رو به همون یه تراز داده بود، الان برای هر درس هم ما یه تراز جدا داریم. الان داره میگه جابیز درس فارسی نهمش رو ترازش شده 7431. بازم تراز فوق‌العاده خوبیه. این داره نشون میده که فارسی درس سختی بوده توی این آزمون و 88% درصد خوبی. بعد دوباره بچه ها رتبهش رو زده، رتبهش رو تو این رتبه کل کشوره، رتبه 98 آورده، این درصد فارسی رتبه 98 آورده. یه باکس دیگه داریم به نام دهک. دهک یعنی چی؟ قلمچی میاد شماها رو قسمت بندی میکنه،
هم ترازاتون و هم رتبتون رو، دهک اول، دهک دوم، دهک سوم. خب وقتی که یه رنج به بالایی، مثلا ترازهای 6500 به بالا توی یه آزمون، درصدهای 70 به بالا توی یه آزمون، بستگی داره به آزمون، بستگی داره به سطح سختی آزمون و عملکرد داوطلبا. خب بعد اون وقت الان جابیز با درصد 88 افتاده تو دهک اول، یعنی جزو 10% اول آزمونم هست. اوکی، یه باکس مهمه دیگه داریم به اسم سوالات. میشه اسپیلت رو روشن کنیم؟ یه باکس دیگه داریم به اسم سوالات. این باکس به ما چی میگه بچه ها؟ ببین، قسمت اول یه تیک سبز داره، یعنی تعداد سوالات درست. اوکی، سوال فارسی نهم 20 تا بوده، جابیز 18 تا درست زده. باکس بعدی میگه چند تا غلط زده، یه دونه غلط زده، چند تا نزده، یه دونه هم نزده. بعدی درس عربیشو ببینید بچه ها، 100 زده، ترازش شده 6800. میبینی فارسیشو زده بود 88%، ترازش شد 7400، ولی عربی رو با اینکه 100 زده شده 6800. چرا؟ داره نشون میده که عربی توی این آزمون درس آسونی بوده که حتی با 100% زدنش هم ترازش از اون فارسی 88 کمتر شده. خب بعد دوباره داره نشون میده که 20 سوال عربیشو درست زده. دوباره همینجوری درسای دیگه هم اینجا هست تا آخر. یه نتیجه گیری که بچه‌ها بعد آزمونتون میتونین از کارنامه خودتون انجام بدین اینه که با چند تا باکس خیلی حواستون باشه. به چند تا باکس به نظرم خیلی باید توجه کنید. یکی این باکس آخره، مخصوصا بچه‌ها تعداد غلط ها و نزده ها. یعنی شما از آزمونی که میدین درست داره که بلد بودی درست زدی، نکتهشو بلد بودی رفته، اما اونایی که غلط و نزده داشتی رو باید تحلیلش بکنی، علت چی بوده. تحلیلم که جلسات قبل یاد گرفتی که هر آزمون با همین تحلیل کردن، اگر تحلیل درستی باشه 100 تا 200 افزایش تراز داری تو آزمون بعد. اوکی، یه باکسی هم این پایین داریم به عنوان باکس آخر. گفته وضعیت کلی، تعداد کل سوال 100 تا بوده، تعداد درستای جابیز 95 تا بوده، تعداد اشتباهاش 4 تا بوده و دوباره یه چند از 10 برای درس ها داشتیم، یه چند از 10 هم برای کل وضعیت آزمون بهتون قلمچی میده که 9.4 بوده برای جابیز. من کم بزرگتر کنم فکر کنم این خیلی برای شما ریزه این شکلی. تا اینجا کسی سوال داره بچه ها بپرسیم. خوبه الان ازش بپرسم چقدر درس میخونه؟ خب من حدودم میدونم جابیز چقدر درس میخونه. کارگاه قبلا اومد رو خط باهاتون صحبت کرد دیگه علی. یه چیز کلی بگم بچه ها راجبه کلن تراز. ببینین هیچ وقت نمیشه که از خودمون توقع داشته باشیم که با یه هفته درست درس خوندن، با یه هفته برنامه ریزی، با یه هفته منظم بودن و گزارشکار تحویل دادن و با یه هفته تست زدن برید آزمون قلمچی بشین 7400. خب قطعا این زمان بازه 2 ماهه 3 ماهه رو میخواد که شما واقعا پیشرفت کنید، کم کم ترازتون بشه. این اصلا کار به تراز ندارم، مهم پیشرفت شما هست. خب اینکه یه نفر آزمون اولش رو میشه 5000، آزمون دومش رو میشه 5300، این داره نشون میده این فرد داره درست عمل میکنه. همین که هر آزمون 200 تا 300 تا پیشرفت داشته باشه بچه خودش خیلی خوبه. سوال ندارین این آزمون قلمچی بوده؟ قطعا تراز مهمه، نه درصد. چرا؟ الان مثالش رو زدم دیگه، عربی زده 100 ترازش شده 6800، اما فارسی رو زده بود 88 ترازش شده بود 7400. من هیچ وقت نمیام دانش آموزم با درصدش بسنجم، به ترازش نگاه میکنم ببینم سختی آزمون چقدر بوده. ممکنه شما توی آزمون بزنی 50% ریاضی تو تراز به تو بده 7000، یعنی تو فوق‌العاده عمل کردی. نه آزمون حضوری بوده ارشیا، من اطلاعاتی ندارم، با خود کلاسینو تماس بگیر.
نه ممیز 14 از 10 دیگه، از 10 گفتم، از 10 اینا نوشته. چند از 10؟ 9 ممیز 14 از 10، یعنی از هر 10 تا سوال حدوداً میانگین گرفته قلمچی برای جابیت. 9 ممیز 14 پاسخ درست داده. تحلیل آزمونم یه کارگاه کامل سینا توضیح دادم، مثل تحلیل تست هیچ فرقی نداره، همون تو کلاس دور همونجوری درس به درس جدا جدا همون شکلی میریم جان. خب این از این. یه قسمت دیگه هم کارنامه داره بچه ها، بذارین هم بهتون نشون بدم. ببین عکس پاسخ برگ جابیزه، این شما چه کمکی میتونه بکنه؟ ببینید تمام گزینه هایی که جابیز زده کن، اینا که ثبت شده، یعنی جابیز مثلا سوال یک و گزینه دو زده درست بوده، بعد میایم پایین همه گزینه هاشو زده، غلط هاشو رنگ شده، مثلا جابیز اینو زده گزینه سه، گزینه دو بوده. اینو بعدش که میایین خونه دارین تحلیل میکنین، به شما یه کمکی میکنه. چه کمکی میکنه؟ اینکه اگر احیانا بی‌دقتی کرده باشی، مثلا سوال یکو در آورده باشی، گزینه دو زده باشی، سه، حالا به هر دلیلی بعضی وقتا بی‌دقتی میکنی، از اینجا میتونی بفهمی که آیا تو پاسخ برگ جوابی که در آورده بودی درست زده بودی یا نه، مثلا بی دقتی کرده بودی، به جای گزینه دو زده بودی گزینه سه. اوکی خب بریم جلو بچه ها. این از این. پس همگی متوجه تحلیل کارنامه شدید دیگه، باید چه شکلی کارنامه رو تحلیلش کرد. خب سوال ندارین تا اینجا؟ سوال بچه ها خواهم یکم راجع به برنامه ریزیاتون هم صحبت کنیم امروز. اول بریم تو صفحه فری. من یکم خب میگه که خب هستی، برای اینکه این نقطه ضعف حل بشه بهتره که تو توی خونه اینو تمرین بکنی، که توی پاسخ برگ تست بزنی. ببین من از حدوداً بهمن اسفند کلن کار بچه ها رو میبرم رو پاسخ برگ، یعنی اینکه یاد بگیرن، یه تایمی هم برای اون پر کردن پاسخ برگ طول میکشه و اصلا به قول هستی دقتی ممکنه بکنین، بعد تو خونه قبلش تمرین کرده باشین بارها دیگه. مهدی میگه به نظرتون کسی که از الان شروع کنه میتونه تو تیسوچا موفق بشه؟ برات میگردونم به کارگاه اول امسال اوایل مرداد. امیر حسین امیر رضا صالحی اومد رو خط با بچه ها صحبت کرد، شاگرد پارسال من بود، الان دانش آموز تیز هوشانه، امسال دهم هم شاگرد خودمه، از بهمن ماه با من شروع کرد. بله میشه اگه که واقعا درس بخونی و تلاش کنی. علی کار خوبی میکنی بارکلا. چجوری ترازتون رو ببرین بالا؟ به برنامه‌ای که بهتون میدم عمل کنید کیارش. بهتر تو کارگاه اول راجع به همه اینو صحبت کردیم دیگه، اینکه هر درسی بعد چه شکلی بخونین، چه شکلی خلاصه نویسی کنین، اینا حتما برگردین اگه ندیدین ببینین. خب بریم کم جلو بچه ها. در رابطه با چند تا موضوع دیگه میخوام باهاتون صحبت کنم. باز دوباره انا اسم بچه هایی دارم میبینم که تو اپلیکیشن جدید نیومدن، و بچه ها زودتر نصب کنین. ببینین کار خودتون هی عقب میمونه، بارها دارم هی تاکید میکنم، اس ام اس میدم، حواستون به این نکته باش. نه الان فعلا زوده عرفان برای رو خط اومدن، نه فعلا بچه زوده. آیدا روی دفترچه سوال زمان هر درس رو زده. خب این که تو بخوای هم تیزهوشان رو جواب بدی هم دفترچه عادی رو جواب بدی، اینا چون با هم دیگه فرق داره، زمانش مثلا ممکنه فقط بره بخواد دفترچه عادی رو بزنه، روی دفترچه ها نوشته شده حتما با تایم دفترچه برید جلو، حتما حتما با تایم دفترچه برید جلو که این زمان بندیه رو یاد گرفته باشی. خب امین محمد الان میتونی ثبت نام کنی، ما با این موضوع مشکل نداریم. من مینویسم اینجا که بعد بر ثبت نامم چیکار کنی. شماره کلاسی نو 021-91-20-80-20 بر ثبت نام مشاوره. اینم که شماره خودم 0935-487-87-36. بچه به شماره خودم بچه جدید فقط اسمس بدید لطفا. اینم که شماره کلاسی نو برای ثبت نام مشاوره.
محمد حسین، بستگی داشت به برنامه ریزیتون. تا هفته گذشته من هشتمو تو برنامهاتون نمیذاشتم و فقط قرار بود عادی رو بزنین. از این آزمون به بعد باید دفترچه تیزهوشان هم جواب بدیم. سمین باید بارها بزنی تا کد برات ارسال بشه. بازه زمانی صبح زود یا آخر شب. زهرا میگه میشه اول سوالهای فارسی رو تو دفترچه بزنیم بعد که فارسی کلن تموم شد وارد پاسخ برگش کنیم، یا سوال به سوال وارد پاسخ برگ کنیم بهتره؟ سوال خوبی بود. بستگی داره زهرا به تو. ببین اصولا وقتی بچه ها میذارین یه درسی تموم میشه بعد وارد پاسخ برگش میکنیم، بی دقتی تو زیاد میکنی. خب ممکنه همین جابجایی گزینه ها رو انجام بدیم، به خاطر به نظر من دونه دونه وارد کنید بهتره. بله امیر محمد روحزاد، میتونی. چرا نتونی؟ برنامه هر کس جداه و هر کس وقتی کارشو با من شروع میکنه جدا پیش میره. همین الان گفتم امیر رضا صالحی شاگرد پارسال من از بهمن ماه بود، تیزهوشانم قبول شد. حالا تازه بهمن که خوبه، ما یه دوره داریم به اسم TNT، از اول اردیبهشت شروع میشه. یعنی بچه‌هایی بودن، امیر حسین مرادی یکی از بچه های TNT بود که اونم قبول شد. حالا این اسما تو کارگاه جلسه اول بوده، میتونیم بریم ببینیم. من دستم خورد، السیدیم پرید. خب بریم جلو. در رابطه با برنامه که پرسیدیم، من یه توضیح هم راجع به برنامه بدم بچه های جدیدم که پرسیدیم. ببینیم بچه ها، این برنامه ریزیه. خب هر کسی یه فایلی دریافت میکنه برای برنامه ریزیاش طبق مدرسه و کلاس ها و بودجه بندیه. هر شد برنامه ریزیمون طبق مدرسه و کلاس و بودجه بندیه، هم آزمون های آزمایشی که شرکت میکنین و هم بودجه بندی بچه آموزش پرورش. یعنی اینکه شما مثلا باید تا دیما چه درس هایی رو بخونیم برای امتحان ترم اول، به این چهار تا مورد دقت میشه و برای شما برنامه ریزی انجام میشه. حالا بچه های همتون یه سری تغییرات دیدین این هفته توی برنامه های در واقع شخصیتون که الان برنامه محمد حسینه. بچه ببینین، بچه های مخصوصا پایه نهم، اینجا رو دقت کنین که یه سری باکس اضافه شده. هشتم، این باکس های هشتم باکس هایی هن که چرا اضافه کردیم به برنامه؟ به خاطر اینکه بچه های پایه نهم برای آزمون ورودیتون باید هم پایه هشتمتون رو بخونید هم پایه نهم رو. بچه حدودن آزمون ورودی نهم به دهم %30 برای پایه هشتمتونه، %70 برای پایه نهم. پس لطفاً اینو حواستون باشه که اگر که قرار آزمون تیزهوشان بدید بچه پایه نهم، حتماً حتماً این برنامه باید هشتم هم از الان دیگه به مرور اضافه شه. خب خیلی هم میپرسیدید که چرا تو برنامه هشتم نیست یا از که قرار بزنید، دیگه از این هفته اضافه شده. بعد بچه دقت کنین، ببینین باکس هایی که براتون به این شکل گذاشته میشه مروره دیگه. تو اون درس ها رو پارسال خونده بودی، یعنی تایمی که قرار بذاری براش تایم خیلی زیادی نباید ازت طبیعتا بگیره، قراره در حد مرور از تو تایم بگیره. خب اینم راجع به برنامه ریزی. پس اگر کسی میخواد ثبت نام بکنه عقب نیست، از کسی عقب نمیمونه، بر جلو. اوکی، همه چی، نگران این نباشید که نسبت به بقیه عقب تر یا جلوتر. برگردیم روی اسلایدامون، بریم شروع کنیم اسلاید ها رو. بچه ها راجع به اتلاف وقت، از اونجایی که خب این روزا خیلی خیلی روزاییه که مهمه برامون، دیگه رسیدیم به حواست آبان، حدوداً تایمی که داریم 5-6 ماه خیلی تایم حالا زیادی نمونده تا آزمون.
شش تا عامل اسلاف وقت شما رو میخوام بهتون بگم. بچا عقب انداختن کارها و برنامه هاتون. اینا خیلی من دارم توی بچه ها میبینم متاسفانه. و اینکه باید سعی کنیم که اصلاحش کنیم دیگه. چون که مثلا برنامه شنبه رو انجام نمیدید، میگید اوکی میندازم تو باکس جبران عقب افتادی یک شنبه. یک شنبه رو انجام نمیدید، میگی میندازم پنج شنبه. پنج شنبه میشه میخوای بری مهمونی، میخوای بری بیرون. مرسی، میخوای بری بیرون، باز دوباره انجام نمیدی، آخر هفته به من پیام میدی که خانم عباسی من نرسیدم این باکس ها رو انجام بدم، هی عقب میندازید. بچه یه روز دو روز که کارتون رو عقب بندازین، برنامه مخصوصا برنامه ریزیاتون رو، یکی دو روز که هی عقب بمونه، هی عقب میمونه، هی دوباره عقب میمونه، بعد این باعث میشه که کارها هی روی هم جمع بشه، مخصوصا بچه‌ها که تازه به جمع ما اضافه شدین، کلاس‌ها رو ثبت نام کردین، آفلاین دارین، ازتون خواهش میکنم طبق برنامه برید جلو که بتونیم خودمون رو به کلاس آنلاین هم برسونیم. خب ستش بستگی داره. ستش میگه که حد اکثر قبولای تیزهوشان چند نفر، بستگی داره به شهرت، به استانت، به مدرسه‌ات، به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره. دومین نکته نگفتن بچه بلد باشین. اون روزی که بچه به من پیام داد خیلی جالب بود، از شاگردای خوبم هم هست اتفاقا، که خانم عباسی ما آخر هفته، کم هفته گذشته بود دیگه، داریم میریم مسافرت، بعد منم امتحان دارم مدرسه و اینا، بعد نمیرسم برنامه رو انجام بدم برای امتحان مدرسه، همون اصلا اطلاعات قبلی که دارم میخوام برم بدم، یه سفر 5-6 روزه بود. بعد میگفت دلم هم نمیخواد برم، چیکار کنم و این داستانه. ببین بچه‌ها توی این شرایط خیلی راحت از سر باز نکنید دیگه. میتونین همراه خودتون دو سه تا کتاب ببرین، کلاساتون که میتونین ببینین، آنلاین بشید ببینید، در حد این کارهای جزئی رو میتونیم انجام بدیم. خب یا همیشه من بهتون میگم اگر قراره مثلا چند تا مهمونی دارین توی یه هفته، یکیشو بگو نه ماما من میمونم خونه درس میخونم، برنامه دارم، من قرار آخر سال مثلا تیسوچان قبول شم، آخر سال قرار بشم معدل اول مدرسه‌مون، و حالا غیره و غیره هدفایی که دارین. یعنی میخوام بهتون بگم یه سری جاها هم تو یه دونه سریال نبین. مثلا یکی از شاگردام مامانش با من صحبت میکرد، میگه خانم عباسی حداقل روزی 4 ساعت داره سریال میبینه. خب این خیلی بده. من نمیگم نبینید، ببینید. اصلا الان شما نوجوانی، این تایم برای این تخلیه انرژی، فیلم دیدن، بیرون رفتن و حالا کارهای دیگه تو. اما کنترل شده دیگه. اوکی؟ 4 ساعت روزی دیگه خیلی زیاده. نکته بعدی بچه‌ها، نه تلویزیون و سریال. نمیگم نبینید، بازم الان دارم میگم ببینیم، ولی براش برنامه داشته باشین. مثلا یه روز خوب درس خوندی، یک ساعت روزی ببین، اوکی، یه اشکالی نداره، فیلم و کالا کارتون مورد علاقه تو هر چی که هست. مورد چهارم بچه، انجام همزمان کارها با هم. اینو قبلا هم بهتون توی ویدیو گفته بودم توی پیجم اگر دیده باشین، که وقتی درس میخونین مثلا، حالا مثلا یه بطری آب، شکلات، اینا که قبلا گفته بودم، خرما، اینا کنار دستتون باشه اوکی، ولی دیگه اینکه ساندویچ و نمیدونم چیپس و پفک و تنقلاتی که حواستون رو پرت میکنه، وقتی درگیر خوردن تنقلات این شکلی میشین، حواستون پرت میشه و اون مطلبی که داری میخونی خیلی مطلب کامل نمیره تو عمق وجودت، درکش نمیکنه، هی مجبوری بیای از اول بخونی، دوباره هی از اول بخونی، این تایم تو میگیره. و بعد بچه این کار باعث میشه دچار وسواس مطالعاتی بشی، هی فکر کنی یاد نگرفتم دوباره از اول، هی فکر کنی یاد نگرفتم دوباره از اول بخونی. نکته بعدی راجع به، پس اینجا بنویسم که تمرکز و این کار بچه ها کم میکنه. خب نکته بعدی در مورد آینده خیلی فکر میکنین. الان من تو شاگردام خیلی دارم بچه هایی که میایین پیام میدین یا وایس میذارین که اگر قبول نشدم، اگر معدلم خوب نشد، اگر 20 نشدم، اگر اگر اگر، یعنی کارهایی که مثلا 7-8 ماه دیگه قراره ما نتیجهش رو ببینیم، از الان داری شما در رابطهش فکر میکنی که اگه نشد چی میشه، اگه نشد نتیجهش چی میشه و غیره و غیره. بچه ها میخوام بهتون بگم که اگر این فکر به آینده
تایم درس خوندن شما رو بگیره، تمرکزتون رو بگیره، کلی عقب میمونی. حالا تو بیا به جای اینکه به اون آینده فکر کنی، بیا فکر کن ببین الان من میتونم، علی میتونه چیکار کنه، مانی میتونه چیکار کنه، محمد میتونه چیکار کنه، ستایش میتونه چیکار بکنه که نتیجه‌ای که قرار اون موقع بگیره بهتر باشه. آقا ستایش میتونه امروز نیم ساعت بیشتر درس بخونه. بچه شما حساب کنیم ما 30 روز تو ماه داریم، نیم ساعت بخوایم بیشتر روزی درس بخونیم چقدر میشه؟ شاید روزی 30 دقیقه خیلی به چش نمیاد، اما تو یه ماه حساب کنی یه عالمه به تو ساعت میده، یه عالمه تعداد تست اضافی میتونی حل کنی. تو هر یه دونه تست اضافه که حل بکنی ممکنه شبیه این رو تو آزمونت ببینی، تو امتحان مدرسه‌ت ببینی. هر یه بار بیشتر که کتابت رو بخونی ممکنه نمره بهتری تو مدرسه بگیری، تو امتحانات بگیری، تو آزمون‌های ورودی مدرسه برترت بگیری. پس اینا رو دست کم نگیرید. به جای اینکه به آینده فکر کنی، بیا فکر کن در زمان حال میتونم چیکار کنم که عملکرد بهتری داشته باشم. اگه واقعا هدفت هدفه ها. یک بچه ها دیشب داشت غور میزد، میگفتش که تو برنامه‌م هشتم هست و اینا، وای من کتابامو نهم بود، وای من کتابامو دادم رفته و اینا. بهش گفتم که تو جزو اون بچه هایی هستی که اول سال که با من حرف زدی یادم گفتی که خیلی خیلی مشتاقی مثلا برای تیزهوشانه. گفتم هدف رو مشخص کن، اگر قراره واقعا برای اون درس بخونی باید هشتم هم بخونی. بچه من همیشه بهتون میگم ما یا هدفی رو انتخاب نمی کنیم، یا اگر انتخابش کردیم باید براش تلاش بکنیم. اوکی، حالا این تلاش الان برای شما اینه که با تمرکز پای هشتم هم بخونی در کنار نهم. چرا؟ چون 30% تا 40% آزمونت میشه هشتم. اگه قرار نتیجه خوب بگیری پس باید اونم بخونی. همیشه بهتون گفتم ما برای رسیدن به هر هدفی توی زندگیمون، چه درس باشه، چه کار باشه، چه در آینده توی دانشگاه باشه، باید مسیرهایی رو تحمل بکنیم که اصلا دوستشون نداریم. آقا من برای رسیدن به موفقیت توی کنکور مثلا قراره برم پزشک بشم، ولی بعد در این حال ریاضی خوبی هم داشته باشی که تو کنکور بتونی درصد خوبی بزنی. من برای رسیدن به مدرسه تیزهوشان از درس مطالعات بدم میاد خیلی، ولی برای اینکه بخوای تیزهوشان قبول بشی باید درصد خوبی بزنی مطالعاتت. من برای اینکه معدل اول مدرسه‌مون بشم معلمم تشویقم بکنه، مدرسه‌م تشویق بکنه، جزو نفرات اول مدرسه‌م باشم، باید درس‌هایی رو بخونم و نمره 19 20 بگیرم توش که شاید بعضیشون هم دوست نداشته باشه. اوکی، یعنی میخوام بهتون بگم که تو همه مسیرها و مراحل کارهایی رو برای رسیدن به هدفمون انجام میدیم که دوستشون نداریم. پس به جای اینکه بخوایم غر بزنیم بچه‌ها، بیاین واقعا یه بار دیگه هدفاتون رو مرور کنین. آیا واقعا میخوای؟ خیلی نکته مهمیه. آیا واقعا هانیه؟ آیا واقعا امیر ابوالفضل هستی؟ میخواید واقعا؟ اون هدفه رو میخوای واقعا؟ اون انگیزه خیلی زیاد رو برای رسیدن بهش داری؟ چه بچه ها اونایی که امسال آزمون ورودی دارید، چی شما و نهما، چه بچه های پنجم و هشتم که باید رو معدل و پایه امسالتون کار کنید تا سال بعد بتونید تو آزمون های ورودی موفق باشید، چه بچه های هفتم که به شدت هم اتفاقا بچه هایی که من تو هفتم تو کلاس دارم بچه های خیلی خوب و درس خون و فوق‌العاده منظمی هم هستن. یعنی میخوام بهتون بگم همه اینها رو در نظر بگیرید. حالا تو هر پایه که هستین هر کس هدفش جداه دیگه، بستگی داره توی کدوم پایه این و قراره چه هدفی رو دنبال بکنید. پس ازتون خواهش میکنم تا شب یه بار اینو با خودتون مرور بکنید، ببینید واقعا اون هدف هدفتون بوده، بعد بیاین به من بگین. اگر قراره هدفمون رو عوض بکنیم، خب کیارش میگه هدف من هست، خب خدا رو شکر. اگه هدف این نیست بیاین بگین خانم عباسی هدفم این نیست، هدفم فقط این همون تو مدرسه موفق باشم و در همین حد.
اوکی، برنامه ریزیاتون و اینا هم همه چی تغییر خواهد کرد. باری کلاهانی ها. آره واقعا این شکلیه، یعنی وقتی که جوابو میاد انقدر حس خوبی دارین، وقتی قبول میشین که همه اینا خستگیش یادتون میره. سینا هم هست و باری کلا، آترین هم هست و کیارش هم که گفت هستن. آها یه نکته هم اینجا بگم بچه ها، نکته آخر راجع به اسلاف وقت. کمالگرای شدید یعنی چی کمالگرا؟ یعنی مثلا من میبینم بچه های وی آی پی. خب کیارش جان میخوای طرح مشاورت رو تغییر بدی به وی آی پی، باید با کلاسینو تماس بگیری، با پشتیبانت ارتباط بگیری، بگی میخوام طرح مشاورم رو از جامع به وی آی پی عوض کنم. میگم که شماره کلاسینو 021-91-20-80-20. اگه اونایی که میخواین از جامع به وی آی پی تغییر بدین، با کلاسینو باید تماس بگیرین، بهتون میگن چیکار باید بکنین، بعد که تغییرتون انجام میشه به من اطلاع رسانی میشه و بهتون پیام میدم که عوض کنیم. هانیه میگه که موفق بشم. قطعا هانیه خدا شکر جزو بچه هایی هست که با اینکه بچه از همه تون کوچیک تره، اما از همه تون منظم تره. کلاس پنجمه، من هر وقت هر چیزی اعلام میکنم، حالا شاید هم مامان خیلی پیگیری داره، هر وقت هر چیزی اعلام میشه سر موقع جواب پیام منو میده، سر موقع جواب زنگ منو میده، سر موقع گفتم این اپلیکیشن نصب شهانیه بیا اومده. یکم بچه ها همونقدر که من براتون تلاش میکنم شما هم تلاش کنید. این پیگیری یه طرفه من یه وقتای خسته کننده میشه برام. دوست دارم تلاش شما و انرژی و انگیزه شما هم ببینم. خوشحالم که هانی همیشه هم سر کلاس آنلاین. ایشالله ستهش، ایشالله اون لحظه رو تجربه میکنی. خب اینم از این بچه ها، راجع به کمالگری داشتم حرف میزدم. این که یعنی چی؟ مثلا من برنامه رو ارسال میکنم بچه های وی آی پی شب، مثلا این گزارشکار میدم، بعد تو گزارشکاره نوشته شده که یه باکس دو باکس انجام نشده، حالا به هر دلیل. بعد من وایس میدم که اوکی خب مثلا اشکالی نداره انجام ندادی، تو باکس های جبران عقب افتادگی یا پنجشنبه جمعه جبران میشه. بعد پیام میدن که خانم عباسی نه من مثلا عقب موندم. بچه ها این اسمش کمالگرایی، یعنی تو میخوای همه چیز رو همه روز تو طول هفته عالی انجام بدی. نمیشه. ممکنه یه روز یه امتحانی پیش بیاد، ممکنه یه روز یه کار پیش بیاد، ممکنه یه روز حالت بد باشه اصلا. خب به خاطر همینه که تو برنامهاتون حتما در نظر میگیرن دانش آموزم ممکنه جا بمونه، دانش آموزم ممکنه کلاسش زیاد، همه اینا رو در نظر میگیرم. بعد شما که گزارش میدید اگر باکسی رو بمونید تو برنامه بعدیتون براتون میذارم. چرا پس ما میگیم برنامه ریزی شخصی سازی شده؟ برای هر کس جدای برنامه ریزیش، اوکی؟ یا برنامه کلی که به همه نمیدیم. پس خواهشن از این کمالگرایی هم بیاید بیرون. یه نکته دیگه راجع به کمالگرایی، آزمون هایی که بچه داریم میدین، انتظار نداشته باشین همه امتحان های مدرسه رو 20 بشم، همه آزمون های قلمچی رو 7000 بشم، همه امتحان های اساتید کلاسینو رو 100 بزنم. نمیشه دیگه. ما یه روزم 90 میزنیم، یه بارم 50 میزنیم. اوکی، این کمالگرایی زیاد باعث میشه که شما هیچ وقت از خودتون راضی نباشین و این اتفاق خیلی بدیه. این که آدم هیچ وقت از خودش راضی نباشه، اون انگیزه و حال خوبه برای ادامه مسیر رو پس سرش هیچ وقت نداری. اوکی، سوال لاین بپرسین. اگه کسی دوست داره بیاد رو خط، هم بیاد رو خط. تو قسمت MD تماس صوتی بچه ها. امیر محمد سوالتو ندیدم، رد شده، دوباره بپرس. محمد خب باکس مرور دیگه، باکس مرور داشتی. اگر دوباره یه برنامه رو گذاشتم باکس مرور بوده. بچه افزایش ساعت مطالعه، راجب اینم صحبت کنیم. به نظرم امروز بیشتر سوالاتتون رو تو چت جواب بدم بهتره تا بچه بیان رو خط، چون که سوال زیاد داریم، بعد من خودم باهاتون حرف خیلی دارم. بچه خودم سوال داشتین اگر امروز پاسخ ندادم بهم پیام بدید توی اپلیکیشن جدید.
خب ها راسته بذار من چیزم بهتون نشون بدم. اگر که البته که برای همه اسمس شده، اما باز من اینو بهتون نشون بدم. چه اینه میبینم بچه ها؟ یا برعکس دارم میبینم؟ نه همین شکل رو ببینن اوکیه. دیدن؟ خب بچه ها اینو نصب کنید دیگه، میدونید بیشترتون هم دیگه همین شکل رو داشته باشه، چون چند تا مدلش هستش. خب اشتباهی یه اپلیکیشن دیگه نصب نکنید و دنبال من بگردید. خب راجع به افزایش ساعت مطالعه پرسید محمد. افزایش ساعت مطالعه، خب همیشه ازم میپرسید خانم عباسی اصلا کلا ساعت مطالعه ایدال الان توی این بازه زمانی چقدر؟ بچه ها روزهایی که مدرسه دارین، یعنی روزهای شنبه تا چهارشنبه، حدوداً 3 ساعت و نیم تا مثلا بچه ها 5 ساعت هم داشتن. ساعت مطالعه خوبی برای روزهای تعطیلتون، یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه. از 5 ساعت تا 8 ساعت هم بچه ها داشتن. خب اینو چرا فارسی نوشتم؟ خب حالا راجع به اینکه چجوری به این زمانها برسیم، اولا که از خودتون توقع نداشته باشین یک شبه از ساعت مطالعه 2 ساعت مثلا برسی به 8 ساعت. اولا افزایش ساعت مطالعه تدریجی بچه ها، روزانه است. تو روزی 1 رو پیشرفت کرد ساعت مطالعه، برای خودت یه جایزه بذار تشویقی. خب 1 رو هر روز 1 رو 10 دقیقه هم اضافه بشه خیلی تأثیر گذاره. اوکی؟ پس از خودتون توقع نداشته باشید یه دفعه خیلی، هر روز 1 رو هم 15 دقیقه هم اضافه کنین خوبه. حالا من ساعت مطالعه بخواد بیشتر بشه از چیزی که در واقع الان هست، مثلا الان 2 ساعت و نیم درس میخونم، چیکار کنم بیشتر بشه؟ اولا بچه ها توی برنامه که بچه هایی که شاگرد منی و برنامه میگیرین، توی برنامهتون مثلا من گذاشتم 20 تا تست هوش. اگر تو این 20 تا رو زدی و برنامه کل اون روزت انجام شده، یعنی اینا رو همه رو خوندی، تستاش زده شده، برگرد از باکس اول تست هات رو بیشتر کن. مثلا برای دینی هشتمت به جای 10 تا 20 تا بزن، برای هوشت به جای 20 تا 40 تا بزن. این یه راه افزایشه که تعداد تستاتون رو بیشتر کنید. راه دیگه اینه که من دفتره تحلیلم که خیلی دفتر مهمیه، دفتر تحلیل تست هاتون، حالا چه آزمون چه همین تست هایی که میزنید، دفتر تحلیلمو 1 شب در میون مرورش کنم، نکته هایی که بلد نبودم نتونستم بزنم مرور بشه. نکته بعدی بچه ها راجع به افزایش ساعت مطالعه، علاقه شماست بچه ها. اصلا به نظرم اولیش علاقه و انگیزتون. آقا واقعا دوست داری؟ ببین اینکه من یه چیزی رو بخوام نه امیر محمد، با شرط پارسال که تو نمیتونی با این معدل چیز هوشان بدی، مگر اینکه امسال قانون عوض بشه که به این زودی ها اعلام نمیشه، مصوبه حدودا تو اردیبهشت اعلام میشه. انگیزه و علاقه واقعا میخوای؟ ببین یه وقتایی من دوست دارم شاگرد اول مدرسه بشم، نمراتم همه کامل بشه، پیشرفت کنم،
آزمون تیسوشان بتونم بدم، تیسوشان درس بخونم، در آینده رتبه کنکور خوبی داشته باشم، به شغل مورد علاقه‌ام برسم و و و غیره. اما اینا رو فقط تو دوست داری. کسی که اینا واقعا هدفشه و میخواد اینها رو، این موارد رو، اون آدم میتونه موفق باشه. چرا؟ چون با علاقه و انگیزه میشینه پای برنامهش. بچه ها واقعا این شکلی هن که مثلا میشینن درس میخونن، برنامه رو میذاره جلوش، ای بابا من باز باید عربی بخونم، ای بابا باز دوباره این ریاضی. خب معلومه کسی که درس خوندنشو داره با این جمله ها شروع میکنه، معلومه که اصلا حوصله درس نداره و داره به زور این کار انجام میده. اوکی بچه ها، نکته خیلی مهمیه. کارگاه مشاورمون یک هفته در میونه. بله امیر محمد مسرور، براتون برنامه ریزی میکنم، تماس تلفنی داریم، طرح وی آی پی باشید، ایشالله توی اپلیکیشن جدید بچه ها اضافه بشن همشون، من خیالم راحت بشه. تماس تصویری هم شروع میکنیم. نیکو، هر پارت مطالعاتی باید چقدر باشه؟ بستگی داره نیکو جان به اینکه اون باکس مطالعاتی چه درسیه، چقدر تست داره، چه تعداد صفحاتیه، آیا مروریه یا نه برای بار اول داره خونده میشه. بارم فرستادی تو اپلیکیشن کایزلا، دیدم دیگه، برات عوض میکنم از هفته بعدی. محمد مهدی، سوال خوبی پرسیدی. پرسیدی که باکسی داریم که مثلا ممکنه اون تعداد تست برای اون مبحث پیدا نشه. اشکال نداره، نگه دار اون درسی، اون فصلی، اون مبحث که تموم شد تعداد تست بیشتر ازش بزن. بچه برای ثبت نام مشاوره یا با کلاسینو تماس بگیرید یا به خودم پیام بدیم. بله بله میتونه برسه امیر محمد، چرا نتونه برسه؟ ولی بچه ثبت نامتون رو زودتر انجام بدین دیگه. هر یه هفته که میگذره خودش یه هفته است، هر چه زودتر بهتر. این شماره کلاسینوه برای ثبت نام مشاوره، اینم که شماره خودمه، اگر میخواین میتونین به خودم اس ام اس بزنید. محمد حسین، دفترچه تیز هوشان دیگه، وقتی داری هشتمو میخونی. الا فامیلی تو چیه؟ نمیدونم، شاگرد منی. خب هر مدرسه بستگی داره دیگه به این اتفاقا. هانی فعلا اپلیکیشن رو شما نصب کن، بچه ها تو اپلیکیشن اومدین اون وقت. خوش اومدی ویانا. بله تو استعداد تحلیلی آزمون قبلی با درصد 63 ترازم شد 7600. بله یاسین، یعنی اون آزمون سختی بوده. علی، منظور از معدل کل یعنی هم معدل ترم اول هم دوم، میانگین این دوتا با هم. شما یه معدل ترم اول دارید، یه معدل ترم دو دارید، یه دونه معدل کل سالیانه دارید. نهانی چه اشکالی داره؟ اتفاقا اصلا یکی از راه های خوب یادگیری همونه که نوشتن. نیش، خوش اومدی. سطح تستان برای دروس پایه هشتم. ببین من کلا موافق اینم که از کتابی تست بزنید که سطح نرمالی داشته باشه. اینکه خیلی سخت باشه، خب شما شبهش رو تو آزمون نمینه، چه فایده داره؟ خیلی آسون هم فایده نداره. یه چیز میانگین نرم، یعنی کتابهایی که خودم بهتون معرفی میکنم. امیر متوجه سوالت نشدم. اگه منظور ثبت نام مشاوره است که بله دیگه، همین کلاسینو. بله کیارش، آدم مشاور ثبت نام کنه بعد کارنامه آزمونش رو برای مشاورش نفرسته. البته که هنوز تو اپلیکیشن جدید نیومدی، شما زودتر نصب کن. بنیامین، راهکارش رو بهت گفتم. بنیامین عرب، بازم حالا به پیام بده بیشتر صحبت کنیم. بله تست توی یادگیری تست تو یادگیری تاثیر داره. کلن بچه ها تست زدن
توی یادگیریتون تاثیر داره. چرا؟ چون من ممکنه یه فصل یه بخشی رو بخونم ولی نکاتش رو متوجه نشم. بچه یه وقتایی شکل‌های کتاب نکاتی داره که بعد تست دادن مثلا من متوجهش میشم، یا مثلا برای درس هوشتون، هوش و خلاقیت بچه های پنجم یا هوش استطلاعیه بچه ششم و نهم، شما باید تیپ سوالات هوش رو زیاد ببینید که بتونین سر جلسه از پسش بر بیان. و این کی به دست میاد؟ اینکه شما تسلط کامل داشته باشی روی انواع تیپ سوالات هوش با زدن تست زیاد. اوکی، با زدن تست زیاد. معدل کل مهمتره یا معدل نوبت اول و دوم؟ برای چی عزیزم؟ برای چی؟ نپرسیدی برای چی؟ مهیار گفتی بریم قلمچه ثبت نام کنیم. من که شاگرد من نیستی، نمیدونم. بچا چتتون تون تون رد میشه اگه سوالی رو جواب نمیدم چون رد شده. دیگه روزایی که تعداد کلاسات زیاده اوکیه دیگه افت ساعت مطالعه. من وقتی شما ساعت HSC تون رو برام میزنید که چند ساعت مدرسه بودم، چند ساعت کلاس داشتم، وقتی مثلا یه دفعه با یه ساعت زیاد کلاس و مدرسه، دو ساعت هم میتونه ساعت مطالعه خوبی باشه. امیرعلی هر چیزی که به من کمک بکنه برای مشاوره بهتر شما برام بفرستید، چرا که نه. اگر شهرتون قلمچی حضوری داره قطعا حضوری بهتر از آنلاینه، چون اون حس سر جلسه رو میخوام شما درک کنید. آیناز اینجا چیکار داری تو؟ برو سر ساعت خودت بیا. آیناز میگه ای کاش من الان پایه نهم بودم، حرفاتون رو بیشتر گوش میدادم. چه دهومن من که از کمالگری دور بشه چیکار کنی؟ برای ساین و پیشرفت کوچیکت خوشحال شو. من خودم بچه ها مثلا یه روزی در حال مثلا درس خوندنم، یا حالا در حال کار کردن با شما ارتباط گرفتن، یا حالا هر کار دیگه ای، وقتی میبینم اون روزم نسبت به دیروزم 1 رو 20 دقیقه بیشتر کار کردم، 1 رو 20 دقیقه مفیدتر بوده روزم، خوشحال میشم. شما هم همینجوری ساینا برای کارهای کوچیکت، پیشرفتهای کوچیکت خوشحال شو. این باعث میشه که خودت به خودت حس ارزشمندی بدی. این خیلی نکته مهمیه. یزنا نه، بچه های من میدونن ساعت کلاسشون جزء ساعت کلاسه، ساعت مطالعه جدا. الان بهتون توضیح میدم. چقدر سوالاتون زیاده بچه ها. امیر محمد روحزاد نزدیدم، بچه هایی که دوست دارن آزمون آزمایشی بدن بهشون معرفی میشه. نیایش ایران دوست، اگر شاگرد منی بعد اون اپلیکیشن رو نصب کنی، وگرنه خب نیازی نیستش. بله علیرضا، مشکلی نداره این موضوع. اگر یه روزی نفرستادید فرداش دو روز رو با هم برام ارسال کنید. برای نمونه دولتی معدل نادیا پرسیدی، پارسال که معدل و شرط معدل رو برای نمونه دولتی برداشتن کلا، یعنی اصلا مهم نبود معدل شما چنده. امیر بستگی داره، من الان نمیتونم بگم که، من به شاگرد خودم اینا رو میگم. الهی این سوالی که داری میپرسی بستگی داره به اینکه بچه های کی همشون اضافه بشن تو اپلیکیشن، بعد اون وقت تایم ها اعلام میشه. خب عزیزم ساینا باری کلا به تو.
آخر هفته بچه های جامعه هستی؟ میخوای مثلا گزارشگر بفرستی؟ سوال تو وایس بذار برام. شقایق این کارگاه اصلا مناسب تو نیست، حداقل کارگاه ساعت 1 بیا. آخه عزیزم، نیما میگه نمیدونم پای چندمه الان، ولی اینکه 96 درصد زده بودی. نمونه درس خوندی نیما؟ محمد جواد، در رابطه با انتخاب رشته بچه های نهم شاگرده خودم، حالا من یه برنامه پارسال داشتم اما سعی میکنم که امسال برنامه رو جامع‌تر و کاملتر داشته باشم. بچه های پای نهم برای انتخاب رشتهتون یه چند تا چیز الان بگم. بچه ها، برای اینکه برای بهمن ما میخوایم با هم دیگه اینو ببریم جلو، آماده تر باشیم، شاگردای خودم مخصوصا، بچه ها روزی یه رو 15 دقیقه، بیشترم نمیخوام، روزی 15 دقیقه در رابطه با رشته ها و آینده شغلیشون بخونید. حالا مثلا من برم راجع به پزشکی بخونم، خب شاید خیلی همون میدونیم دیگه پزشکی چیه، دندون چیه، وکالت چیه و حالا غیر و غیره. رشته‌ای که بچه نمیدونیم، مثلا من از خیلی از شما بپرسم مهندسی نفت در آینده مثلا چی کار میکنه، نمیدونین چیه. یا مثلا چه بدونم، بچه که مثلا مدیریت میخونن در آینده چی کار میکنن، بچه هایی که مثلا علوم آزمایشگاهی میخونن در آینده چی کار میکنن، کجاها کار میکنن، درآمدهای اینا چقدره، تا چه مثلا مدرکی میتونن بچه های من پیشرفت بکنن، مثلا هر کدوم از اینا ارشد داره، آیا ارشد چه رشته هایی داره، آیا دکترا میتونیم شرکت بکنیم، چه رشته هایی داره، چه زیر شاخه هایی داره. راجع به اینا یکم بخونید، اطلاعات کسب کنین که بتونیم آفرین مثلا مهندسی هوا فضا. آیا واقعا راجع به اینا اطلاعات داریم؟ نداریم. پس هر چه شب یه روب، یه شب همین یه روب اینا راجع به اینا بخونید که واسه انتخاب رشتهتون بهتون کمک کنه. نمونه بهتر یا تیزهوشان؟ قطعا اولویت ما همیشه تیزهوشانه، اما هر جفتشو به نظر من شرکت کنین که اگر یکیش نشد اون یکی دیگه باشه. بله مهنا، هم این کار رو میتونیم بکنی اگه باکس یه روز تموم شد، هم خودت یه باکس اضافه بکنی. حالا مثلا میتونم باکسی که اضافه میکنی مربوط به مدرسه باشه. نمیدونم یزدان اون کتابی که میگی برای چه مؤسسه ایه، نمیدونم. مهندسی مکانیک، باری کلا علی، رشته خیلی خوبیه. خب دیگه سوال توی چند سال اخیر؟ ببین من موافق نیستم. هستی میدونی چرا؟ نه کجا نفت میفروشه، چه جوک میگی مرجو؟ چون که هممون فکر میکنیم کسی که پزشکی میخونه، مثلا مهندسی هوا فضا میخونه، حالا هرچی، فقط همین چند تا رشته ای که هممون میشناسیم آدم های موفقی میشن. اما اتفاقا اگر رشته هایی بخونید که تازگی ها داره بولد میشه و پررنگ میشه، توی دانشگاه خوب بخونید، میتونه خیلی در آینده به شما کمک بکنه. مثلا یه نکته بگم، شاید اینو خیلیاتون هم بدونید، مثلا بچه‌ای که میرن سمت پزشکی یا حالا دندون و دارو، خیلی مهم نیست تو کدوم دانشگاه باشن. مثلا که من دانشگاه تهران پزشکی بخونم، حالا مهم ها فرق داره رنگ دانشگاهشون، اعتبار دانشگاهشون، اما مهم اینه که پزشکی طرف قبول شده، حالا پزشکی تهران یا پزشکی مثلا سمنان. اما مثلا بچه های مهندسی، بچه های مدیریت، بچه های رشته های این شکلی، روانشناسی و اینا، این خیلی مهمه تو کدوم دانشگاه درس میخونی و فارغ التحصیل میشی، هم برای اپلای کردن مثلا کسایی که میخوان از ایران برن، همین که برای کار کردن خیلی نگاه میکنن که تو از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی. و یه پزشک اصولا خیلی نگاه نمیکنن که تو از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی، به کارش، به تبحرش نگاه میکنن. اما برای مثلا استخدام یه مهندس یا مثلا بچه مدیریت یا رشته دیگه این شکلی، همیشه یه نکته که خیلی مد نظره
اون دانشگاه برنده. و اینم بهتون بگم که شما وقتی توی دانشگاه‌های برند و خوب کشور درس میخونید، اتفاقا چون بحث شد بذارید راجبش صحبت کنیم یه ذره. حالا دانشگاه برند منظورمون چی است؟ دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر، دیگه مثلا دانشگاه ایران، اینا همه دانشگاه‌های رنگ و خوبی هن که حالا خارج از ایران بخواین اپلای کنین و فاند بگیرید در آینده ایشالله، دانشگاهی که مدارکشون مدارک خیلی معتبریه. خب حالا اگر دانشگاه هم مونده من ننوشتم، فکر کنم همه رو نوشتم. بچه برای این دانشگاه ها چند تا نکته خیلی مهم هست که اصلا بجز اینکه این دانشگاه رنکه و داری یه جای درس میخونی که همه آدم های فارغ التحصیل ازش آدم های موفقی خواهند بود، چند تا نکته خوب داره. اولا که برای اپلای کردن و حالا فاند گرفتن برای کشورهای دیگه در آینده بعد از فارغ التحصیل شدنتون، مدرکتون خیلی بهتون کمک میکنه. برای حالا استخدام شدن و شروع کار خیلی کمک میکنه. نکته بعدی بچه، اساتیدی که دارید توی این دانشگاه ها اصولا همشون از کسایی هن که شرکت های خیلی بزرگ و برند دارن و براتون پیشنهادهای کاری خوبی میاد. یعنی محیط دانشگاه بجز این که ازش درس یاد میگیرید و چیزهای این چنینی، برای آیندهتون و اون پیشنهادهای کاری خیلی خوبه. من خودم شهید بهشتی درس خوندم دیگه و میخونم. پیشنهادهای کاری که شاید تو بعد چندین سال کار بکنی یه جا تازه از همون پیشنهاد کاری رو بگیری. اساتید به بچه های خوب دانشجویی که میبینن آقا طرف داره واقعا تحقیق میکنه، طرف واقعا رشتهش براش مهمه، پیشنهاد کاری خیلی خوب میشه با درآمد خیلی خوب. یعنی میخوام بهتون بگم که همه جوره تلاش های الانتون رو آیندهتون تاثیر داره. اینکه تو دو تا مدرسه سطح بالاتر درس بخونی، نمونه بخونی، تیزهوشان درس بخونی، تو رو به همه اینا نزدیکتر میکنه. رسیدن به همه اینا یعنی رسیدن به همه این وریا، فارغ التحصیل بشی، فاند بگیری، اگر دوست داشتی از ایران بری، دوست نداشتی شرط استخدام و کاری توی ایران تضمین میشه. یعنی با دید دوربرد به کار الانتون نگاه کنید. اینجوری فکر نکنید که اوکی من الان فقط دارم درس میخونم که آزمون بدم، من الان دارم درس میخونم که نمره بگیرم. همه تلاشای روزهای گذشته بچا به این موفقیت رو کمک میکنه دیگه. منم یه روزی تیزهوشان درس خوندم، منم یه روزی کلی اذیت شدم تا تیزهوشان قبول شم. همون تیزهوشانه کمک کرد که دانشجوی شهید بهشتی بشم. قطعا همه اینا دست به دست هم میده تا یه موفقیتی رو رقم میزنه. فیزیوتراپی نمیدونم بچه ها، هر کسی علاقش یه چیزیه. عبدالله ممکنه تو اون رشته رو دوست داشته باشی. من پول یا علاقه، به نظر من بستگی داره علاقه چقدر باشه. یه وقتای علاقه پول میاره، یه وقتایی هم نمیاره. اگر علاقه تو مسیر درست باشه قطعا اول به نظرم علاقه. این چرا اول علاقه؟ به خاطر اینکه بچه امروز خیلی داریم راجع به اینو حرف زمین، قرار بود بعدها باشه ولی حالا دیگه چون بحثش رفت سمت این و هر یکم صحبت کنیم. به خاطر اینکه این علاقه تلاش شما رو بیشتر میکنه. ببینید شما هر رشته‌ای به این درس بخونین در آینده، چه تو دوره دبیرستان چه دانشگاه، اگر بهش علاقه من باشیم براش تلاش بیشتر میکنیم. مثلا بچه ها مثال بزنه، کسی که میره توی حوزه بیزینس درس میخونه، حالا مدیریت و غیره، بجز این که درس های دانشگاه خودش رو باید بخونه، باید دوره های خیلی مختلفی شرکت بکنه. مثلا باید دوره های کاربرد کامپیوتر با مدیریت رو شرکت بکنه، کامل تسلط داشته باشه روی تمام حوزه های کامپیوتر، بعد دورهای پایتون، برنامه نویسی، دورهای
بیزینسی و مثلا دوره های رفتار سازمانی مختلف، منابع انسانی، یعنی همه اینها رو باید خارج از دانشگاه هم پیگیری بکنه، زبان خیلی خوبی داشته باشه و غیره و غیره. یعنی اصلا صرف این که تو این علاقه اگه نباشه، این تلاشه تو دانشگاه یا حالا تو دبیرستان هم نخواهد بود. بعد بچه ها من میگم هر جا که علاقه هست کنارش تلاش هم هست، به پول و درآمد هم میرسیم. خب چرا؟ چون به نظرم تو ایران خیلی از رشته ها هست که متاسفانه هنوز آدمای خیلی تاپی توش نیست، و اگر کسی واقعا علاقه داشته باشه و بره سمت این رشته ها و بشه درجه یک اون رشته تا دکترا درس بخونه و وارد بازار کار خوبی بشه، حتی میتونه در آینده کارآفرین اون رشته بشه، به نظرم موفقیت این شکلی احتمال بهش رسیدن خیلی بیشتره تا اینکه من برم رشته و دانشگاهی که بقیه میگن و خودم دوست ندارم. اینم نکته خیلی مهمیه. برای هر کسی فرق داره دیگه بچه. خب اینم این یه کوچولو راجع به رشته ها که صحبت کردم. من راجع به انتخاب رشته با بچه خودم مفصلا انشالله تو بهمن به بعد صحبت خواهیم کرد. بریم ادامه بدیم بچه ها. یه 10 دقیقه دیگه هم این پاوره رو ببریم جلو، بعد یه ویدیو هم آخر کلاس داریم، بمونید. خب یه سری نکته های دیگه بچه ها بهتون بگم. این روزا چون میبینم خب یه کوچولو مدرسه سنگین تر شده و یکم اون شاید استرسه بیشتر شده برای شما، به نظرم یه سری نکات رو باید بدونیم. اول نکته این که بچه برنامه ریزی داشته باشین، که کسایی که مشاور دارن که خب این برنامه هستش، فقط باید برنامه اجرا بشه. اوکی، این از نکته اول. بچه هایی که مشاورم ثبت نام نکردین، ثبت نام بکنین، حتما برنامه ریزی رو دارین. این کارو که من برای شما انجام میدم. اولویت بندی داشته باش، این خیلی نکته مهمیه. یعنی چی اولویت بندی داشته باش؟ آخه تو برنامه امروزت اینه، مثلا پنجشنبه میخوای شروع کنی انجام بدی، میبینی خانم عباسی برای من اینا رو گذاشته، بیا اولویت بندی کن، بگو اوکی من زیستم ضعیف‌تر از همه ایناست، اینو میشینم اول انجام میدم، تایم بیشتری براش میذارم، با انرژی تر درس میخونم و میبرمش جلو، بعد مثلا میرم فارسی، بعد میرم دینی، حالا مثلا یه خوش میمونه. میدونی شما میشینین همجوری از به بسم الله شروع میکنین انجام دادن تا آخر. بارها بهتون گفتم بچه‌ها برنامه نیست که فیکس باشه، انعطاف نداشته باشه. شما بیا جای باکس ها رو خودت برای خودت عوض بکن، به ترتیب علاقه انجام بده. یعنی چی؟ درس هایی که دوست نداریم، حالا به هر دلیلی با یه درسی ما ارتباط خوبی نداریم، خب اینا رو نذارید برای باکس های آخر روزتون. چرا؟ چون انجام نمیشه. اینو چند بار تا حالا بهتون گفتم. درسایی که دوست ندارین نذارید برای روزهای باکسای آخرتون چون انجام نمیشه. آقا من عربی دوست ندارم، من ریاضی خیلی دوست ندارم، درس مورد علاقم نیست. اگر خانم عباسی بر من تو باکسام گذاشته، اینا رو تو باکسای اول انجام بدم، اول مطالعه ام انجام بدم. اگر درسی قابلیت اینو داره که مروره و من مثلا توی تایم پرت هم انجام بدم، خوام لغت مرور کنم تو باکسم. لازم نیست مرور لغت رو بشینیم پشت میز. بچه من مرور لغت رو میتونی مثلا تو مسیر مدرسه بخونی. یه سری کارها رو برای خودتون اولویت بندی داشته باشید. اوکی؟ پس این هم بهتون گفتم اولویت بندی چی جوری باشه.
بعد اینکه از حاشیه خودتون رو دور کنید، اینکه فاطمه چیکار میکنه، علی داره چیکار میکنه، اون یکی دوستم داره چیکار میکنه، که بقیه دارن چیکار میکنن رو ول کنید. خب ما برنامه ریزی داریم، ما همه چی خودمون میدونیم، بهترین راهکارها رو هم میدونیم، پس احتیاجی نداریم درگیر حواشی بشیم. آقا تو اومدی مشاور ثبت نام کردی دیگه، من خودم که تو تیسوشان درس خوندم، مسیر رو خودم رفتم، هر سالم که تعداد زیادی از بچه ها رو همراهشون هم قبول میشن، پس در نتیجه میدونم باید چیکار بکنی که قبول بشی، پس در نتیجه میدونم باید چیکار بکنیم که نفر اول مدرسه‌مون بشیم، پیشرفت کنیم توی درسامون. اوکی، پس در نتیجه تو دیگه همراه منی، همراه من بیا جلو و برنامه تو اجرا بکن، به دور از حاشیه دوستات، مدرسه و بقیه. خب نکته بعدی، گوشی بچه ها، اگر فضای مجازی خیلی تایمتون رو میگیره حتما براش کنترل داشته باشین. اگر کنترل نداری کلا بذارش کنار. یه هشدار خیلی جدیه که قبلا هم بهتون گفتم، اینم که راجبش تو اسلاید اول حرف زدیم. آخرین مورد، گلدن تایم خودتون رو پیدا کنی. یعنی چی؟ یعنی تایم درسی که تو خوب درس رو یاد میگیری، تایمی که تو خوب یاد میگیری. همیشه میایید از من میپرسی که خانم عباسی مثلا چه ساعتی تو چه ساعتی درس بخونه. خب بچه اصلا برای هر کسی فرق داره، ممکنه یه نفر ساعت 12 میاد خونه از مدرسه، 1 میتونه شروع کنه تا مثلا 8 شب تموم کنه، ولی نه مثلا یه نفر تازه میتونه ساعت 17 شروع کنه درس خوندن تا مثلا ساعت 11. هر کسی فرق داره، به خاطر همینه که من تو برنامه‌تون تایم نمیزنم. ممکنه یه نفر ریاضیشو بتونه تو 1 ساعت بخونه، ممکنه یه نفر بتونه تو 2 ساعت بخونه، برای همین برنامه ها تایم نداره. اینم از این نکته، گلدن تایمتون رو پیدا کنین و مطمئن باشید که توی اون تایم میتونین اتفاقات بهتر رقم بزنیم. چت بچه ها بازه؟ خب بچه ها سوال تا اینجا داریم بپرسین، دیگه 10 دقیقه آخر کارگامونه. و در نهایت هم بهتون بگم که چه سوال طولانی. زهرا همیشه هست دیگه، همیشه این موارد هست که از ما میپرسن چند شدی، نمیدونم رتبت چند شد، ترازت چند شد، تا آینده هست. شما بیه دانشگاه بخوای مثلا کنکور ارشد بدی، نمیدونم کنکور دکترا بدی، همه اینا هی وجود داره، گوشیم داشت میفتاد. خب احسان، بستگی داره چه المپیادی بخوای بدی، چه مدرسه ای هستی، و چون شاگردم نیستی خیلی در رابطه باهات اطلاعات ندارم بتونم کمک کنم. ابوالفضل بله، یه دوره‌ای به اسم انتخاب رشته ایشالا با هم دیگه داریم. به خاطر اینکه الان خیلی تایم نمونده هستی، سوال داری فردا همراه گزارشگارت که میپرسی برام وایس بذار. نیایش از شاگردای منی، شما برای نصب اپلیکیشن سوال داری؟ نیستی از شاگردای من. بچه خودم اگر سوالی پیش اومد به این پیام به اسمس بدید، اونایی که برای نصب اپلیکیشن سوال داشتید. خب دیگه حرفای آخر امروز، به مطالب امروز بچه دقت کنید و اینکه حواستون باشه که روزها داره همین شکلی به سرعت میگذره. خب الان وسط آبانیم، کارگاه بعدی من بیام شده آذر، همینجوری داره روزا میگذره. بعد یه کارگاه میام میگم که امیدوارم بچه های ششم و نهم تو آزمون تیسوشان موفق باشین و بچه های دیگه هم تو آزمون های خوردادتون. خب خیلی زودتر از چیزی که فکر بکنید میگذره. از بچه های پارسال میتونین بپرسین، آیدیاشون و اینا همشون تو پیجم هست، قبولی های پارسال همراه کارنامه هاشون.
فرصت ها رو بچه قدر بدونید، اتفاقات خوبی براتون میفته اگر از تک تک لحظاش استفاده کنید و حتما توی همه این لحظات یکی از بچه ها آزمون قبل افت داشت، بعد دلش گرفته بود، بعد داشت میگفتش که آره خانم عباسی من مثلا خیلی هم شاگرد خوبیه و منم مطمئنم قبول میشه چون خیلی خوب داره تلاش میکنه، و من گفت آره من این همه تلاش کردم، این همه خوندم مثلا چرا نتیجه این شکلی شد و اینا. بعد داشتم بهش میگفتم فلانی تو همه این تلاشایی که داری میکنی بالاخره یه جایی یه روزی جواب میده، صبور باش و یه خدای هست که داره همه اینا رو میبینه که تو داری تلاش میکنی، دو تا فیلمتو نمیبینی که درس بخونی، دو تا بیرون نمیری که درس بخونی، وقتی داری درس میخونی واقعا با کیفیت داری درس میخونی و این نکته نکته مهمیه که حواستون باشه که همیشه یه جایی یکی هست که حواسش بهمون هست. و بریم یه ویدیو ببینیم. ما هممون یه حرفایی داریم که وقتی توی خلوت با خودمون میگیم و گاهی بغضم میکنیم، میگیم خدای کاش یکی بود که درکمون میکرد، یعنی به ماجرا اونجوری نگاه میکرد که ما دوست داریم، اونجوری نگاه میکرد که شبیه ما باشه، سرزنشمون نکنه، نصیحتمون نکنه، فقط بهمون گوش بده. دنبالم میگردیم، خیلی ها پیدا میکنیم، بر بعضی ها میگیم، گاه پشیمون میشیم، گاه خسته میشیم، آزرده میشیم. این بار که از همه ناامید شدیم، لابلای حرفامون که داریم بهش میگیم خدای کاش یکی بود که میشنید، یهو میشنویم ببین من هستم، نصیحتت نمی کنم، بگو من قاضیم، اما حتی قضاوتت نمی کنم، من اینجام که بشنوم. اینجاست که یه نفس آروم می کشیم و میگیم یکی بود، یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود. خب اینم از ویدیو آخر کارگاهمون و اینکه دیگه حدوداً تایم کارگاه تموم شد بچه، امیدوارم که مطالب کارگاه رو استفاده کرده باشین و اینکه برای تغییر اسم کاربریتون با پشتیبان سایتتون ارتباط بگیرید. بنیامین دندون پزشکی شهید بهشتی قطعاً. خدا رو شکر که خوب بود. سنا اپلیکیشن رو نصب کن. بچه ها اسماتون رو میبینم تو کارگاهین ولی اپلیکیشن رو نصب نکردید. خب ازتون خیلی انرژی گرفتم. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشیم پیش رو. پنجشنبه جمعتون رو بچه من خوب استفاده کنین. روزهای مهمیه. خیلی دوستتون دارم. مطمئن باشید که همه جوره در کنارتون هستم تا پایان سال برای رسیدن به موفقیت. شما هم خسته نباشین. و اینکه اپلیکیشن رو نصب کنید بچه‌ها، زودتر موفق نشدید ببرید کافینت جایی براتون نصب بکنه که بتونیم کارامون رو زودتر ببریم جلو. دوستتون دارم. مثل همیشه یادتون نره که هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه و به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات بودن. خدافظ تا کارگاه بعدی.